به نام خاک پاک ایران و به نام اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه دوم درود میفرستم خدمت یکایک که شما همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که زندگی میکنید. مهران کمالپور هستم با برنامه دیگر از مجموع برنامه های درخشش خورشید در 21 فروردین 2577 شاهنشاهی در پیشگاه شما همیهنان هم هستم با برنامه هایی که بیشتر و موضوعاتی که بیشتر به اطلاع رسیده البته در فیسبوک. صحبت امروز ما در رابطه با مسائل اقتصادی داخل کشور هست و این بالا پایین رفتن های قیمت دلار اثراتی که میتونه داشته باشه، دلایلش چی هست و چه تأثیراتی در آینده ما شاهدش خواهیم بود در اقتصاد خانواده و ادامه در مجموع در این قالب صحبت خواهیم کرد، علاوه اتفاقاتی که در جامعه بین المللی نسبت به جمهوری اسلامی رخ داده، حوادثی که امروز شاهدش هستیم و موشکبارونی که اسرائیل و آمریکا میگن نسبت به سوریه و یکی از اردوگاه‌های تی 4 در سوریه انجام داده و تلفات سنگینی را به جا گذاشته از خودش و نیروهای سپاه ننگین آخوندی هم تلفات سنگینی رو اونجا دادن. به این موارد خواهیم پرداخت در ادامه برنامه. فکر میکنم دوستان اگر مهر بورزید و اشتراک گذاری کنید سریعتر بقیه عزیزانم به جمع ما اضافه خواهند شد. دوستان همونطوری که در جریان هستید و پیگیر صحبت‌های ما در خصوص مسائل داخل کشور و مسائل مبارزاتی، سیاسی، حوادثی که در پیرامون نام ایران عزیز ما داره رخ میده صحبت میکنیم و شما رو در جریان قرار میدیم. یکی از مهمترین مواردی که تا الان بهش پرداختیم موارد اقتصادی بوده، بیانیه‌ای که از قبل صادر شده و منتشر شده، حتی در داخل کشور عزیزان ما به صورت شبنامه در یک سال و نیم، دو سال و دو سال و نیم گذشته این بیانیه ها و شبنامه ها رو منتشر کردن نسبت به مسائل و شرایط اقتصادی که در نظام جمهوری ننگین آخوندی اتفاق خواهد افتاد. من یکی از مواردی که باید ابتدا به ساکن عرض بکنم این هستش که ما نه پیشگو هستیم نه کفبین. مسائل کاملا واضح و روشنه و اگر کسی در زمینه های اقتصادی یا در زمینه های پولی کشور فعالیت کرده باشه به راحتی میتونه این خط رو بگیره و متوجه بشه چه اتفاقی به زودی خواهد افتاد. به علاوه این که سیاست گذاری هایی که داره شکل میگیره، انتخابات و یا انتصابات و پوست هایی که به افراد میدن کاملا مشخصه. به قول یکی از عزیزان و کسانی که نقش استادی رو برای بنده ایفا میکنه، همیشه در ایران، در جمهوری اسلامی بهتره بگم، در جمهوری اسلامی سیاست های مدیریتی چه داخلی چه خارجی با تغییر افراد و مدیران شامل یک سری بازیچه های آنچنانی میشه، دستخوش جابجایی های سنگین میشه. یعنی وقتی یک ایکسی رو از یک پستی برمیدارن و یک ایگرگی رو میذارن جای اون، اون شخص تازه آمده سیاست های اون قسمت رو تغییر میده. درود بر شما جناب قاسمی گرامی، خوش آمدید. حالا میخواد این شخص به عنوان رئیس یک اداره کوچک در یک شهر دور افتاده باشه یا یک وزیر یا رئیس جمهور باشه، فرقی نمی کنه. با تغییر افراد سیاست های اجرایی و مدیریتی تغییر میکنه و این برعکس بسیاری از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا است. یعنی شما نمیتونید اینو در آمریکا به همین شکل شاهد باشید که در ایران هست. سیاست هیچ وقت به شخص گره نخورده، بلکه شخص هست که به سیاست گره خورده. سیاست تغییر نمیکنه، بر اساس سیاست های جاری داخلی یا خارجی شخص مناسب اون سیاست ها رو پیدا میکنن تا بیارن روی کار. و سپاسگزارم از شما جناب مرداری گرامی، بیارن روی کار و اون سیاست ها رو به اجرا بذارن.
سیستم پولی کشور ما یک سیستم پولی فاسد در جهان هست. در جمهوری اسلامی این اتفاق افتاد و دلایل مختلفی داره. یکی از محرزترین دلایلی که در سیاست کثیف امروز کشور ما که دیگه تمام شده، ما اقتصاد آنچنانی دیگه برامون باقی نمونده در داخل ایران که بگیم سیاست اقتصادی، یکی از عوامل مهمش حضور سپاه در لایه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی کشوره. عمران آبادانی در یک کشوری مانند کشور ما نقش حیاتی برای اقتصاد بازی میکنه. ما امشب نمیخوام خیلی بحث و تخصصی بریم جلو، فقط اون کلیدها رو میخوام بدم که در آینده چه اتفاقی میفته مهمتره. امروز ما شاهد این هستیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول حسن روحانی اعلام میکنه که نرخ دلار به 4200 تومن رسیده و تثبیت شده، یعنی دلار رو تک نرخیش کردن. وقتی یک دولت در یک مقطع 2 هفته‌ای، 3 هفته‌ای، 1 ماهه، 2 ماهه، 2 ساله حتی تن بده به یک تورم 1400 تومانی، تن بده به اینکه دلار 2800 تومانی رو برسونه به سقف 4200 تومان، پس معلومه که یک سری اتفاقات سیاسی کلان در داخل کشور در حال وقوع بوده و هست و ادامه خواهد داشت و این با این سیاست دولت میخواد سعی کنه یک سری کنترل هایی رو تو دست خودش داشته باشه. من یک سری مباحثی رو در قیام و خروش مردمی دیما عرض کرده بودم. درود بر شما جناب بهروز گرامی. و اون این بود که در روز اول این قیام ها مبحث سرکوب کردن حسن روحانی بود از طرف یک سری از مخالفانش مانند ابراهیم رئیسی، علم الهدا و و و و دیگران که کاری بکنند مردم بریزن تو خیابون مثلا، نتیجه و خروجی اون استیضاح دولت و جواب دادن به نمایندگان مردم در شورای ناملی باشه. اما سپاه و جمهوری اسلامی اینجا نتونستن پیش بینی بکنم و این کار از دستشون خارج شد در دیما. برای اینکه بتونن نقشهشون رو ادامه بدن احتیاج داشتن باز یک سری ترفندهای دیگه ای رو بزنن. سعی کردن مردم خوزستان رو بکشن وسط سرکوب بکنن. به بهانه چی سرکوب کنن؟ به بهانه اینکه مردمی که اومدن مطالبه حق و حقوق قانونی خودشون رو دارن تو خیابونا اعلام میکنن، میگن اینا تجزیه طلبن، حالا میزنیمشون. از طرف دیگه رفتن سراغ آقای دکتر تابنده در پاسداران و اون اتفاقات رو در پاسداران و نسبت به دراویش گنابادی ایجاد کردن، اون بکش ها رو ایجاد کردن، خودشون نشستن پشت اتوبوس یک سری مردم رو کشتن، انداختن گردن دراویش گنابادی تا سرکوب کنن. هر سرکوبی دو عامل اساسی رو پشت سرش یدک میکشه که بروز پیدا میکنه به جامعه. یک، نسبت به افرادی که آرمانگران نیستن، سست عنصر هستند، نیروهای سست عنصر یک جامعه محسوب میشن، میتونه عامل ترس باشه و در لایه بعدی در خانواده هایی که حالا آرمانگرایانه وارد مبارزه میشن هر یک نفر شاخه میشه به 4 نفر، به 5 نفر، به 10 نفر. جمهوری اسلامی این کاری کرد تا شرایط رو مهیا کنه برای افزایش نرخ دلار. چطوری؟ حسن روحانی اومد جلوی یک سری از عوامل سپاه بیسته و مقابله بکنه. سپاه بلافاصله تمام بنادر
کشتیرانی که در اختیارش بود و کالاهای قاچاق وارد میشد و راه و بس، ارزهایی که در اختیار داشت در سکریتی هولتاش داشت اینا رو جلوش و بس و حجم دلاری که در بازار داشت اینها رو جمع کرد، قیمت دلار رفت بالا. صرافی های مجاز البته یک سهمیه کاملا مشخصی از بانک مرکزی دارن. برای اینکه حسن روحانی بتونه این کارو کنترل بکنه باید دلار وارد بازار میکرد و این کارو کرد، بیشتر قیمت کشید بالا. دولتی که مردمی نباشه، رژیمی که مردمی نباشه، دنبال منافع خودشون باشن، دنبال چپاول و غارت باشن، این اتفاق رخ میده که دیروز رخ داد و اسحاق جهانگیری اومد اعلام کرد که دلار تک نرخی شد. و درود بر شما جناب ملکی. و قیمت دلار رسید به 4200 فیکس. اما امروز عملا ما چیزی رو در معاملات روز امروز در بازار آزاد و بازار سیاه تهران یا کلان شهرها نسبت به ارز و طلا ندیدیم. چرا ندیدیم؟ روند سیستم پولی یک کشور به این صورته که اولین عنصری که وارد معامله میشه بعد از این نوسانات قیمت سیستم بانکیه. از چه سیستم بانکی؟ واردات و صادرات. تا این اطلاعات به صرافی ها نرسه که آیا نسبت به قیمت 4200 تومان تبادلات ارزی به عنوان LC چه حالا کش چه یوزانس مدتدار صورت گرفته یا نگرفته، صرافی این ریسک را قبول نمی کند که وارد معامله بشود، اون هم خصوصا معامله های بالای مثلا 500 دلار 1000 دلار یا یورو، چون این نوسانات هر زمانی احتمال داره دوباره شکل بگیره و چه تلافروش چه صراف در زمان نوسانات هیچ وقت معامله نمی کنن. این یکی از رمزهای موفقیت صراف ها و تلافروشی هاست. در زمان افت قیمت و یا بالا رفتن قیمت معامله نمی کنن. یک کیلو طلا در زمان افت قیمت یک کیلو طلاه، در زمان بالا رفتن قیمت هم یک کیلو طلاه. پس طلا فروش طلا رو میگن، داره با قیمت کاری نداره. صراف هم همینطور، 100 هزار دلار در زمان افت قیمت 100 هزار دلاره، در زمان افزایش قیمت هم 100 هزار دلاره و معامله نمیکنه. دوستان من الان نمیتونم پرسشی رو پاسخ بدم یا مطلبی رو بخونم، مهر ببرزید در پایان برنامه در پیشگاه شما هستم. و به همین دلیل اینها حساب میکنن، صبر میکنن تا اولین LC واقعی بسته بشه و در واقع این LC در بانک باز بشه، معلوم بشه مثلا یک وارد کننده یک کالا یک LC رو به مقصد یک از کشورهای اروپایی یک کشوری حالا باز کرده برای واردات کالا و این واردات کالا بوده قیمت دلار 4200 تومان. قیمت تازه اونجا معلوم میشه و قیمت شناور و قیمت آزادش بعد مشخص میشه. یعنی چی؟ یعنی این 4200 تومان تازه میشه قیمت دولتی، نرخ دولتی میشه. بعد تازه باید بریم تو بازار آزاد ببینیم که بازار آزاد یا بازار سیاه صرافی ها چند میخوان بدن، اونها مهمه. اما اتفاقی که در ادامه رخ خواهد داد، اون چیزی که گذشته بود تا اینجا که مردم دیدن، اما در ادامه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ ما امروز اینو کاملا میدونیم، ما مردم ایران اینو میدونیم، جمهوری اسلامی در طول این 40 سال بلایی که به سر صنعت و تولیدات داخلی، چه کارگاه‌های کوچک و زود بازده، چه کارگاه‌های بزرگ و با چشم‌اندازهای آنچنانی، بلایی سرشون آورده که اکثرا به تعطیلی کشیده شدن و ما کشورمون به جای یک کشور تولید کننده و صادر کننده تبدیل شده به یک کشور وارد کننده و مصرف کننده. اکثر کسانی که تولیدی داشتن، کارگاه داشتن،
کارخونه داشتن تن دادن به واردات کالا، تولید کالا در چین با قیمت بسیار نازلتر و با کیفیت پایین تر. چرا؟ چون مصرف کننده داخل ایرانی دنبال کیفیت نمیتونه باشه، به دلیلی که به جیبش نگاه میکنه، به توانایی خریدش نگاه میکنه. در این مقطع وارد کننده ای که میرفته روغن مایه از آرژانتین، از برزیل، از کوبا، از شیلی، از ونزوئلا روغن مایه می آورده در یکی از بنادر آزاد کشور، اونجا بسته‌بندی می کرده برای واردات، محاسبه می کرده یک روغن یک لیتری در می آمده مثلا 2500 تومان، در می آمده 4000 تومان، با دلار چقدر وارد می کرده، با دلار چقدر هزینه های گمرکی رو پرداخت می کرده، درصدها رو با چه قیمت دلاری براش محاسبه میکردن؟ با قیمت 2800 تومان، یعنی 28000 ریال. امروز همون روغن پروفورما اینوایسی که پر میشه و LC گشایش پیدا میکنه با قیمت 4200 تومان باید این اتفاق بیفته. شما هزینه های گمرکی نسبت به اجناس میدونید فرق میکنه، چه درصدی رو باید به گمرک پرداخت کنن برای گرفتن برگ سبز و سایر تشریفات اداری در گمرک. کارمزد خود بانک از 1.5% تا 3% نسبت به سقف اعتبار پروفورما اینوایس یا معامله‌ای که داره صورت میگیره متغیر، کف 1.5% و سقف 3%. همه اینا با اون دلار 4200 تومانه دیگه. عملا روغنی که قبلا بوده 4000 تومان، الان افزایش قیمتی که ما شاهدش خواهیم بود میشه 8000 تومان، میشه 7500 تومان. این در بخش تولید و تغذیه است. ما وارد بحث خدمات بشیم، بیشتر از 100% تورم گریبان مردم خواهد گرفت، به دلیل اینکه این اتفاقات در داخل کشور به شکلی خطی داره میره جلو و شاید مردم در بعضی از مقاطع توجه خاصی نکنن چون درگیر همین مشکلات اقتصادی هستن. به همین دلیل دقت کافی رو نمیتونن بکنن. مثال عرض میکنم، امروز وقتی که ما بنزین رو داریم وارد میکنیم، ما وارد کننده بنزین هستیم با پایین‌ترین کیفیت، وارد کننده بنزینی بودیم که دلار پرداختی 4200 تومان بوده، 2800 تومان بوده، و امروز همون بنزین باید بشه 4200 تومان. و این 4200 تومان در رابطه با بنزین، ببینید اینها یک مسببه‌ای داشتن قبل‌تر که تا 1500 تومان باید برسه، اما اینها برای فشار آوردن روی مردم که مشکلی براشون ایجاد نمیشه، اصلا به جایشون بر نمیخوره، ککشون نمیگزه اصلا. بلافاصله دولت میتونه یه لایحه بده به مجلس، مجلس هم در دو فوریتی، چهار فوریتی تصویبش کنه که بنزین شد مثلا آخرین قیمتش 1800 تومان. نسبت به کارهای خدماتی و سرویس‌های خدماتی که اصلا قیمت خاصی وجود نداره در کشور ما، هر کسی هر قیمتی دلش میخواد میگه، کرایه همینطور، حمل و نقل ما قیمت مصوبه قابل اجرا با نظارت اجرایی درست و قانونمند نداره، تماما اتفاقاتی هستش که در روند یک پروسه اقتصادی با اتفاقی که دولت روند زد و قیمت ارز و ناگهانی برد بالا، یواش یواش همه اینا وارد میشه. اما کسانی که امروز ارزا رو نگه داشتن تا کجا میتونن ارزا نگه دارن؟ فرق نمیکنه چه پوند باشه، چه یورو باشه، چه دلار باشه، چه درهم باشه، چه دینار باشه، فرقی نمیکنه. ما یک اصطلاحی در سیستم حالا قدیم هم بوده، میگفتم پول اگر ثابت بمونه خودشو میخوره، نه اینکه خرج بشه.
اگر از پول استفاده درست نشود، در حتی در معاملات کلان، با رشد تورم اقتصادی در کشور ما اون پول فاقد ارزش میشه، یعنی روز به روز ارزش افزوده اون پول کم میشه و این پول دیگه ارزشی نداره. امروز طرف 10 میلیارد تومان پول داره یا 2 میلیون دلار تو خونش پول رو نگه داشته، تثبیت قیمت اتفاق میفته، وارد معامله بشه، حالا یا معاملات ارزی یا معاملات تجاری بین المللی. اگر شک بکنه پول رو نگه داره، اون 2 میلیون دلارش بعد از یک ماه ارزشش معادل 1.5 میلیون دلار خواهد شد، یعنی از خود اصل پول هم ضرر میکنه. یعنی اگر امروز با 2 میلیون دلار مثلا میتونه 20 تا ماشین بخره، 30 تا ماشین بخره، یک ماه بعد با همون 2 میلیون دلار میتونه مثلا 20 تا بخره، 15 تا بخره، 10 تا بخره. پس از ارزش اصلی پول اومده پایین. اتفاقاتی که در ادامه ما شاهد اون خواهیم بود همینه که مجبور میشن این دلارها ارزها رو وارد بازار بکنند و این اتفاق یک حادثه کاملا مشخصی رو رقم خواهد زد. خیلی ها فکر میکنن که شاید در اون زمان قیمت ها کاهش پیدا بکنه، اما چون در صدد مقابله برمیان و جناح بندی از در داخل کشور ما بگیر و ببند پیش میاد که اینا کیان دارن دلار میارن و از اون طرف میخوان عقب نمونن، دلار میکشه بالا. در یک مقطعی در یک سال و نیم پیش، در قبل از اینکه دونالد ترامپ انتخاب بشه در ریاست جمهوری و حتی تبلیغاتشون هم شروع نشد و فقط ثبت نام کرده بودن، در یک برنامه و یک بیانیه ما اعلام کردیم که این اتفاق خواهد افتاد و اگر دونالد ترامپ انتخاب بشود، دلار به سقف از سقف 5000 تومان گذر خواهد کرد. در همون روز خیلی ها خورده گرفتن، خیلی ها حرفای خاص خودشون زدن، اما شاهد بودیم که رسید به 6400 خورده ای. در دو ماه آینده ماکسیموم قیمت دلار بیشتر از دو برابر قیمت اعلامی دولت حسن روحانی خواهد شد، بیش از دو برابر. و حالا مشکل اساسی کجاست؟ با توجه به روند اقتصادی چه در برنامه های اقتصادی دولت و چه در داخل کشور از طرف سپاه، در طول 5 سال گذشته شما اگر مرور بکنید، این دلار از مرز 7000 تومان بگذره، جمهوری اسلامی عملا کاری نمیتونه بکنه. امروز حسن روحانی مجبور شد از ذخایر ارزیش بیاد تزریق بکنه تا این دلار رو تثبیتش بکنه، مجبوره. و از یک سری منابع خارجی هزینه بکنه. منابع خارجی یعنی چی؟ یعنی باز یک تاجری ما داریم برای معامله در مثلا آلمان نمیتونه الان LC باز بکنه. اینها از حساب خودشون در آلمان انقدر شرکت‌های اقماری و شرکت‌های تحت پوشش خودشون ثبت کردن در کشورهای مختلف دنیا، از اون شرکت‌ها پول رو به فروشنده میدن، جنس رو ارسال میکنن در داخل ایران. این یک نوع جابجایی ارزه، کاری که در زمان تحریم خیلی براشون زیاد اهمیت داشت و ارزش داشت. و این اتفاقی که رقم خورد و حجم سنگینی رو مجبوره، شاید هم یکی از دلایلی که صرافی‌ها امروز ارزی رو نفروختن، هیچ در هیچ مقطعی فروش نداشتن و حتی قیمت اعلام نکردن، این باشه که هنوز ارز آزاد نکرده براشون، اون سهمیه‌ای که صرافی‌ها دارن بهشون پرداخت نشده. اما در ادامه ما شاهد این قیمت های کذایی خواهیم بود و از 7000 تومان که بگذره، که قطعا خیلی بیشتر هم خواهد گذشت، شیرازه جمهوری اسلامی کاملا شروع میکنه به از هم پاشیدگی.
و اینجا بحث اقتصادی ما گره میخوره به یک سری بحث‌های سیاسی. یعنی چی به بحث‌های سیاسی؟ از اونجایی که این اتفاقات فقط در داخل کشور ریشه نداره، ریشهش یک قسمتش در خارج از ایرانه، در هدایت جمهوری اسلامیه، در دخالت‌های جمهوری اسلامی در سیاست‌های کشورهای دیگه، چه از نظر تئوریکی چه از نظر نظامی، عملیات‌هایی که داره صورت می‌گیره، هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی داره پرداخت می‌کنه برای جنگ در یمن، جنگ در سوریه، دخالت در عراق، مدرسه سازی و بیمارستان سازی و عتبات عالیاتشون رو در عراق خواسته باشن بسازن، هزینه‌هایی که اونجا می‌کنه، هزینه‌هایی که در لبنان و فلسطین داره انجام میده برای حزب الله و سایر گروه‌های تحت پوشش خودش که تماماً گروه‌های تروریستی هستن، هزینه‌هایی که در رابطه با گروه‌های تروریستی در افغانستان داره متقبل میشه، هزینه‌هایی که در رابطه با روسیه برای شراکت در عملیات‌های ضد بشر دوستانه خودشون، یعنی ضد بشر، جنایت بشری دارن مرتکب میشن اینا، هزینه‌هاشو کی میده؟ جمهوری اسلامی. اینها تماماً عوامل خارجی هم هستند که در افزایش نرخ ارز تاثیر داشتن. اما چه اتفاقی میتونه بیفته وقتی دلار بشه 7000 تومان و جمهوری اسلامی سرنگون میخواد بشه کامل، یعنی قطع نخا بشه، نه مغزش کار بکنه، نه دستش کار بکنه، نه پاش کار بکنه. اون مغزی هم که میگم نه مغزه خیلی اوتوماتیک آنچنانی ها، یک مغز فندوبی. اما در طول سیاستگذاری های خارجی نسبت به جمهوری اسلامی، مخصوصا بعد از انتخابات دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، حوادث گوناگونی رو شامل بودیم. من اول عرایزم عرض کردم در کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا بر اساس سیاست‌گذاری‌هاش، این چیزی بوده که یکی از دوستان عزیز به من آموزش دادن و خوشحالم و دقیقاً درست فرمودن، بر اساس سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده مسئولین، مدیران و رؤساشون عوض میشن و این اتفاق در طول این یک سال خورده‌ای که دونالد ترامپ اومده ما کاملا داریم میبینیم. بر اساس همین یک سری اتفاقاتی قرار بوده بیافته و الان گفتن 22 اردیبهشت، یعنی آخرین گاردی که میخواد دونالد ترامپ اعلام بکنه نسبت به استراتژی دولت ایالات متحده کاخ سفید برای برجام. همزمان با بالا رفتن نرخ دلار و ارز در داخل کشور، اگر این اتفاق رخ بدهد که این بار برخلاف دو سری گذشته دونالد جیم ترامپ اعلام بکنه که ایالات متحده آمریکا از برجام خارج می شود، هیچ چیزی دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی رو نجات بده. چرا نمیتونه نجات بده؟ یک زمانی دونالد ترامپ در دوره قبلی اعلام کرد که از برجام میخواد خارج بشه و اتحادیه اروپا و خصوصا وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که اگر ایالات متحده آمریکا از برجام خارج بشود بر خلاف تعهدات مندرج در برجام عمل کرده و تا این ساعت شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد اسنادی رو به دست نیاورده است و یا نشانه ای از نقض تعهدات جمهوری اسلامی در برجام به دست نیاورده و شاهد اون نیست و جمهوری اسلامی به تمام تعهداتش انجام داده، عمل کرده، هیچ چیزی رو تخلف نکرده. این پاسخ اتحادیه اروپا بود به دونالد ترامپ. اما در این دوره ما می‌بینیم که سیاست اتحادیه اروپا تغییر کرد و اعلام کردن که اگر جمهوری اسلامی به تغییر برخی از این مواردی که آمریکا داره اعلام میکنه سه اصل و تن نده و منجر به این بشود
که ایالات متحده از برجام خارج بشود، ما هم در نظر خودمون قطعا تجدید نظر خواهیم کرد و احتمال نقض این برجام وجود داره و نقض برجام یعنی بازگشت کلیه اون تحریم ها به علاوه مواردی که کنگره آمریکا و سنا اعلام کردن به دونالد ترامپ باید اتفاق بیافته، یعنی توقیف اموال کلیه مسئولین جمهوری اسلامی از سال 57 تا الان تا 1397 در طول 40 سال 14 تمام اموال اینها باید مصادره بشه در خارج از کشور. تمام کسانی که مسئولینی بودن در طول این 40 سال در جمهوری اسلامی و در کشورهای مختلف اومدن سیتیزن شدن، همهشون باید برگردن به ایران. خب این اتفاقات کمی نیست. این تحریم ها در شرایطی داره اتفاق میافته که امروز ما شاهد این هستیم. زمانی که بشار اسد در سوریه میاد از بمب شیمیایی بر علیه مردم خودش استفاده میکنه، اسرائیل و آمریکا یکی از مهمترین پادگان ها و پایگاه های نظامی نیروهای موافق بشار اسد و نظامی موافق بشار اسد، این موافقان یعنی از نیروهای بشار اسد، نیروهای روسیه، نیروهای افغان، نیروهای جمهوری اسلامی، همه اینها هستند، با 13 موشک مورد حمله قرار میده و با خاک یکسان میکنه. عملا یک تهدید کاملا آشکار برای جمهوری اسلامی. تمام این اتفاقات رو وقتی ما میذاریم بغل دست هم دیگه به یک جنبندی خواهیم رسید و اون این هستش که جمهوری اسلامی با حمایت هایی که الان حساب میخواد روش بکنه فقط میتونه یک حساب سرانگشتی ساده اونم نیم بند روی روسیه بکنه. چرا؟ چون قبل از برجام، یعنی نظر ایالات متحده برای ماندن در برجام یا خروج از برجام، رئیس جمهور کره شمالی با دونالد ترامپ ملاقات حضوری دارن و دونالد ترامپ به دعوت رئیس جمهور کره شمالی جهت ورود به کره شمالی جواب مثبت داده و میره اونجا. درود بر شما بانو دیانه گرامی، خوش آمدید. من پرسش ها رو در پایان بانو پاسخ میدم، مهر ببرزید. دقایقی رو در پایان من سکوت میکنم، یک موزیکی رو خواهیم گذاشت و بعد پرسش ها رو پاسخ خواهم داد، چه در اینستاگرام و چه در فیسبوک. سپاسگزارم. و این ورود دونالد ترامپ به کره شمالی اگر تداخل پیدا کنه با داستان جمهوری اسلامی و برجام و اونها به توافقشون برسن، عملا کره شمالی از حمایت ایران دست برمی‌داره، برخلاف قبل که اعلام کرده بود از جمهوری اسلامی حمایت خواهد کرد. چین در آخرین نشست سازمان ملل به جای اینکه طبق گذشته طبق برنامه‌های قبل از جمهوری اسلامی حمایت کنه و نظر منفی به نفع جمهوری اسلامی بده، نظر خونسا داد، ممتنع بود رأیش، صرفا با یک رأی روسیه جون سالم به در بود نسبت به آخرین تحریم هایی که جهت جمهوری اسلامی و اینکه به تعهدات در برجامش عمل نکرده نسبت به تست موشک های بالستیک در کشور. خب جمهوری اسلامی چند تا ابزار داره، چند تا عنصر در خارج از کشور داره. سوریه که داره از دستش میره، یعنی در سوریه داره شکست میخوره، برای اینکه یمن رو نابود کنن کاری نداره، اگرم تا الان نابود نکردن دلیل داشته، اما عراق در یک مقطعی در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت توسط آمریکا. اینکه جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه رو از عراق خارج بکنن برای عراق یا
ایالات متحده کاری نداره. پس جمهوری اسلامی در یک مقطعی در سیاست‌های جهانی ناگهان آشمز میشه. چطوری آشمز میشه؟ به این صورت که آقای محمد جواد ظریف بلند میشه با هواپیما میاد آلمان، به این سوخ نمیده. حسن روحانی میخواد از یه مثلا بره در یک جلسه بین‌المللی شرکت بکنه، یک کشور دو کشور اجازه عبور هواپیمای حامل حسن روحانی از آسمان اون دو کشور یا اون یک کشور رو صادر نمی‌کنن. تحریم هوایی یکی از بدترین، سختترین و به نظر من زیباترین تحریم هایی که بر علیه جمهوری اسلامی میشه اجرا کرد تا نابودش کرد جمهوری اسلامی رو، تحریم هوایی بشه. هموطنان ما هم خارج نمیتونن بشن. چرا؟ چون تحریم هواییه. اما هموطنان ما از طریق مرز زمینی که میتونن خارج شن. مسئولین جمهوری اسلامی هستن که از طریق مرز زمینی برای کارهای تشریفاتیشون نمیتونن تردد بکنن. با ماشین را بیفتن مثلا میخوان برن بلغارستان، برن مثلا اتریش، برن بلژیک، با ماشین سوارشن را بیفتن از مرز ترکیه هلک و هلک بکوبن برن جلسه مثلا سازمان ملل در دفتر سازمان ملل وین یا سوئیس. خب ببینید این اتفاقات رخ خواهد داد. اما باز در کنار این پس شد دو موضوع نسبت به مسائل ارضی که این پیوسته و به صورت زنجیر وصل به این سیاست های خارجی که در قبال جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیریه و زنگ خطری که در آینده نه چندان دور حدود یک ماه دیگه باید همیهنان ما مراقب باشن. ما قبل‌تر اخطار دادیم دیدن اتفاق افتاده، ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی رو اخطار دادیم، بیانیه دادیم دیدن اتفاق افتاده، بالا رفتن قیمت ارز رو گفتیم دیدن، تحولاتی که در داخل داره چک میگیره رو دیدن و امروز این اخطار رو میدیم که مراقب باشید. اگر در یک ماه آینده، دو ماه آینده از نظر مواد غذایی در مضیقه بودید، به این فکر کنید که امروز حرف گوش نکردید. از امروز به فکر مواد غذاییتون باشید. یه سری مواد غذایی مثل خوراک هایی که مثلا تون ماهی خوراک لوبیا تهیه کنید که میتونید نگه دارید و خراب نشه. اما در قسمت بعدی این داستان که خیلی مهم هست، این حوادث رخ میده برای تغییر رژیم در داخل کشور ما. اما شرایط برای آلترناتیو جایگزینی چگونه مهیا می شود و ما ایرانی ها چه تفکراتی نسبت به شرایط حکومت آینده، یک شرایط آرمانی برای یک حکومت کاملا دموکرات و کاملا سکولار داریم، چه برخوردی داریم می کنیم، چه تحقیقی داریم میکنیم، پای حرف چه کسانی میشینیم، دنبال چه کسایی داریم میدوییم، برای چه کسایی داریم سینه میزنیم. و این جامعه جهانی که سال 57 خمینی رو گذاشت تو سفره ما، چه خوابی دیده که بعد از جمهوری اسلامی خواسته باشه به زور باز یک نفر یا یک گروهی رو بذاره توی سفره ما ایرانیان. چون ما خیلی سوال فریب میخوریم. امروز شاهد این هستیم 10 گروه 11 گروه همینجوری برای خودشون دولت موقت تشکیل میدن. خب آیا این دولت های موقت کارایی دارن؟ با چه تخصصی، با چه دلیلی، با چه برهانی، با چه نیروهایی، با چه شناخت داخلی، با چه شناخت اقتصادی از اقتصاد امروز داخل کشور؟ اکثر این گروه ها افراد فسیل سالهای 57 که امروز داریم صحبت میکنیم سنشون مینیمم 70 ساله، مینیمم 70 ساله.
تا 88 سال هم داره. یعنی اگر موقعی که مثلا یه آدم 88 سال، نمیخوام توهین کنم و ولی میخوام بگم که مغزا چه جوری کار میکنه، هنوز دنبال منافع شخصی هم. درود بر شما جناب سرهنگ رضایی، خوش آمدید. مغزا میخوام بگم که چه جوری کار میکنن، به فکر منافع شخصی هم. به فکر کشور نیستن، به فکر انحرافن. اون آدم 88 ساله، 84 ساله، 90 ساله، 70 مثلا 7 ساله ای که مریض هم هستش، اگر به عنوان یه وزیر انتخاب بشه، یه آدم جوون دستشو یکم محکم فشار بده، جونش در رفته، به درد آینده و سازندگی کشور ما میخوره؟ کسی که هنوز نمیدونه بعد از 42 سالی که از کشور خارجه، بعد از 30 سالی که از کشور خارجه، خیابونهای شهر خودش چقدر تغییر کردن، شرایط تفکراتی مردم همون شهر خودش، محله خودش و حتی خانواده خودش چقدر مورد آماج سیاست گذاری های غلط جمهوری اسلامی بوده که امروز نمیتونه باور بکنه چطوری میخواد با چه جامعه شناسی، با چه روانکاوی اجتماعی میخواد فردا عامل سازندگی کشور ما باشه. فسیل هایی که هنوز که هنوزه بعد از 40 سال خودشون عوامل، یک سریاشون خودشون عواملی بودن برای روی کار آمدن جمهوری اسلامی، بعد زدن در رفتن، فرار کردن، پدر ماها رو در بردن داخل کشور، بعد الان دوباره اومدن بیان وسط یه نسخه جدید بپیچن، یکی دیگر بذارن تو سفره ما، باز دوباره یه پولی هاپولی کنن، غارت کنن، برگردن بیان برن تو اروپا و تو آمریکا و این برابر بریش ماها بخندن. اینا چی میشه؟ هر کدوم از این افرادی که شما نگاه میکنید یک طیف گسترده یا غیر گسترده ای رو از جامعه ایرانی داخل کشور و خارج از کشور دنبال خودشون روان کردن، دارن میرن. پس فردا بعد از تغییر رژیم در داخل کشور تمام اینها ادعا دارن، مردم اینو بدونید، آقای شهرام شارلاتانی که هنوز چی نشده از چند سال پیش ادعا میکنه پرچم شیر و خورشید رو من زنده کردم، پس فردا ادعای ارث و میراث میخواد بکنه تو کشور. مجاهدینی که گند زدن با جمهوری اسلامی و هنوز دارن با اونها هم مسیر میرن جلو، به عنوان اپوزیسیون خودشون رو معرفی کردن، پس فردا ادعا میخوان بکنن. سازمان هایی که نه دبیر کلشون معلومه، نه فعالیتشون معلومه در چه طیف سیاسی هست، پس فردا ادعاهای آنچنانی میخوان بکنن. چرا ادعا دارن؟ چون امروز من و شما مقصریم، چون امروز من و شما هر ننه قمری که قهر کرده از خونش زده بیرون، اومده یه اپوزیسیون، یه حزب، یه گروه، یه سازمان را انداخته، چهار تا کامپیوتر گرفته، با شلوارک، بدون شلوارک، با تاپ، بدون تاپ، چه زن چه مرد نشستن یک سری اراجیفی رو جلوی دوربین میگن، چهار تا ویدیو عکس و اینا رو با هم دیگه سر و تهش رو جمع میکنن، یه موزیک هم میزنن تنگش میدن خورد مردم، مردم فریب میخورن، میگن اینه این شخص، خب پرچم هم که گذاشته، پیرو شاهزاده رضا پهلوی هم که هست، همه بریم سمت اون. یه دفعه پس سردم اینا یارو زرتش خمسور شد، یه میله شاتون از بغل یقش زد بیرون، آقا مزدور از کار در اومد. بابا خب اولش فکر کنیم، چرا ما ایرانی ها یاد گرفتیم اول قدم برداریم، اول یه کاری رو انجام بدیم، اول یه غذایی رو بخوریم، بعدا فکر کنیم چی خوردیم، بعدا فکر کنیم چرا این کار انجام دادیم، بعدا فکر کنیم چرا این راه رفتیم، قبلش خوب فکر کنیم. یارو هر کی میخواد حرفی بزنه، کاری بکنه، از اسم و عکس اعلیحضرت رضا شاه دوم استفاده میکنه، میره گندا رو بالا میاره، مردم میفهمن، بعد تازه میگن ای بابا. چرا ما دیر متوجه شدیم؟ خب آقا از
میگن همدان دور کرتاورزش نزدیک، دیگه 22 بهمنه که دیدید تجربه نمیخواد بشه براتون. سعید شمیرانی رو ندیدید 22 بهمن؟ این مسخره بازی های یک سری دلقک و یک سری آدم هایی که سرشون به تنشون هم نمیارزه، اینا رو ندیدید؟ چرا تجربه نمی کنید؟ چرا تجربه نکنیم هممون، چه داخل کشور چه خارج کشور؟ یک سری مسائل ما اگر نمیایم بیان بکنیم، و دوستان خیلی هم چه در کامنت ها، درود بر شما جناب مرتضی آریایی خوش آمدید، چه در کامنت ها و چه در خصوصی اعلام میکنن که در رابطه با فلان موضوع توضیح بدهید. خب اگر ما توضیح بدیم، چه من چه جناب قاسمی، چه جناب سرهنگ رضایی، چه جناب جوان، چه دوستان دیگه، بیاییم توضیح بدیم، ما واهمه ای نداریم. اما اگر توضیح بدیم، شما کجای کارید؟ همون زمانی که ماها مخصوصا من و جناب قاسمی گرامی در رابطه با امانی و باوند و فریبکاری هاشون داشتیم میگفتیم، چند درصد حمایت شدیم؟ چقدر حمایت شدیم؟ خیلی ما رو حمایت کردن، خیلی هم حمایت نکردن، به ما فحاشی کردن، بعدن اومدن معذرت خواهی کردن. خب الان ما بیایم نسبت به این 10 گروه 11 گروه گروهایی که دارن همینجوری شکل میگیرن، آقای مهندس کربلایی میاد میگه هر گروهی که با آقای نصر اصفهانی نباشه خائنه. خب من حالا بیام اعضای گروه آقای نصر اصفهانی رو بریزم همه رو رو داریه، تمام سیاست‌گذاری‌هاشون رو در طول این مدت بریزم رو داریه، تمام فعالیت های آقای نصر اصفهانی از زمان شاهنشاه فرید به عنوان استاندار و به عنوان معاون وزیر کشور و یا سخنگوی دولت بریزم رو داریه، بگم آقا این گندهایی که زدید اول جمع بکنید؟ نه، همش عالی، همش عالی. آقای نصر اصفهانی، آقا شما چند سال تا الان میخوای چیکار بکنی برای کشور؟ با 80 خورده سال سن 10 تا برنامه‌هایی که داشتی رو جمع بکنیم با هم دیگه، همه رو میکس بکنیم، شیرهشو بکشیم، بریزیم کف ترازو، چی بهمون میدن؟ و برای آینده ایران چیکار می‌خوای بکنی؟ و آقای مهندس کربلایی، شما طبق چه فرمولی، طبق چه آنالیزی میگه هر کی با نصر اصفهانی نباشه خائنه؟ این اتفاقات رو دارن رقم میزنن برای اینکه از یک جای دیگه یک شاخ بزرگی رو در وسط کشور ما یه دفعه بیارن بیرون، تازه ما اونجا متوجه میشیم. امروز دنبال گروه های دیگه هستیم، طرف بلند شه فراخوان بذاره، اون یکی فراخوان بذاره تو خیابون فلان در تهران، یکی دیگه فراخوان بذاره در خیابون فلان در اصفهان، اون یکی شروع کنه دولت موقت تشکیل دادن، یکی دیگه میره برای خودش قانون اساسی می‌نویسه، برمی‌داره میبره کنگره آمریکا، یکی میشه نمی‌دونم فامیل رضا شاه بزرگ، یکی دیگه ننش قرار می‌کنه فلان کارو تو سوئد انجام میده. هر کدوم از ما هم دنبال یکی از اینه. بعد ادعامون هم میشه تا یکی میگه شاهزاده رضا پهلوی رأی گردنمون میزنه بیرون. اگه آقا دنبال رهنمودها و فرامین شاهزاده رضا پهلوی هستید، پس این گروه ها رو منش کنید، قبول کنیم که اینا گروه نیستن، قبول کنیم که اینا اومدن فریب بدن، قبول کنیم که اینا رو کار بلد نیستن. اگر کار بلد باشن فراموش نکنیم اینا رو. اگر هر کدوم از این گروه ها، به زرس قاطع اینا عرض میکنم، هر کدوم از این گروه ها کننده کار بودن و میتونستن تنگه مدیریت کشور رو در آینده ایران خورد بکنن، مطمئن باشید علازر رضاشاه دوم در رأس همه اونا میرفت میشست میگفت آقا شما کارتون درسته، من حمایتتون میکنم. نه اینکه بره مدیریت کنه، میگفت مردم این گروه مورد تایید من هست، این گروه رو من قبول دارم، شما به این گروه اعتقاد داشته باشید. پس یک جای این کارهای که دارن انجام میدن این گروه یه جایشون میلنگه دیگه. آقایون هم میگن چرا میگید اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه دوم؟ شما از الان دارید تبلیغ میکنید،
چرا شما پادشاهی خواهان اینجورید؟ چرا شما پادشاهی خواهان به همه فحاشی میکنید؟ چرا شما پادشاهی خواهان فلانید؟ اما اولا پادشاهی خواهان فحاش نیستن. انقدر فوش میدید، فوش میخوریم، فوش میخوریم، کاسه صبرمون لبریز میشه، یفی جواب میدید. تا یه جایی این عصب تا یه جایی تحمل میکنه گنجایش داره دیگه، یه جایی این کاسه صبر لبریز میشه. و دوما جمهوری خواهانی که اعتراض میکنن چرا ما میگیم پادشاه، چرا ما میگیم شاهنشاه، اگر خود جمهوری خواهان یک آلترناتیو قدرتمندی مانند رضا شاه دوم داشتن، آیا سکوت میکردن و تو بوکرنا نمیکردن؟ بعد بقیه میگفتن پادشاه خواهان، میگفتن آقا نگید به فلانی مثلا آقای رئیس جمهور، آقا نگید آقای دکتر رئیس جمهور فلان، قبول میکردن؟ میگفتن آقا خب این بعد خدا رئیس جمهور ما قبولش داریم، ما جمهوری خواهان قبولش داریم که این رئیس جمهور آینده ماست. تمام این اتفاقات در شرایطی رخ میده که تمام جمهوری خواهان و سایر احزاب، سایر طیف‌های سیاسی دیگه یک نگاه قهرآمیز داشتن و دارن و سعی میکنن از فرصت‌های مختلف نسبت به پادشاهی خواهان سوء استفاده کنن. عزیزان مراقب آینده خودمون باشیم در داخل کشور و مراقب این گروه ها باشیم. به زودی اتفاقاتی خواهد افتاد که ما میایم بیان میکنیم. اتفاقات رخ داده و شاهدش هستید و منتظر باشید. ما منتظر اسناد و مدارک محکم هستیم که وقتی اومدیم صحبت کردیم کسی نتونه تکون بخوره. مثل داستانهای قبلی بدون مدرک حرف نمیزنیم، بدون دلیل صحبت نمی کنیم. ولی وقتی بیایم صحبت بکنیم دیگه کسی نمیتونه کاری انجام بده. و سپاسگزارم جناب قاسمی گرامی، دقیقا این سرسی که ما بر اون عقایدمون استوار هست جزء لاینفک تفکرات و ایدئولوژی ماست و قانون اساسی مشروطه، پرچم سرهنگ شیر خورشید و حمایت بدون چون و چرا از اعلیحضرت رضا شاه دوم. عزیزان اگر پرسشی در رابطه با اون مقطع ارز و مسائل اقتصادی، خیلی پرسش بود، من نمیتونم الان برگردونم همه رو ببینم چه در اینستاگرام و چه در فیسبوک، اگر پرسشی هست میتونید بفرمایید که من دقایقی در خدمت شما هستم برای پاسخ. در غیر این صورت من امروز در فیسبوک با لپتاپ اومدم و فکر کنم اینجا نتونم جناب قاسمی رو اد بکنم که بیان روی خط. دوستان در اینستاگرام اگر پرسشی دارید بفرمایید، من در پیشگاه شما هستم. اگر در توانم باشه برای پاسخ دادن قطعا کوتاهی نخواهم کرد. درود بر شما جناب قلمی گرامی. خب عزیزان مثل یه پرسشی ندارن. بله جناب قاسمی، سپاسگزارم. متاسفانه من روی پیج اومدم و نمیدونستم اینو. خب عزیزان سپاسگزارم از حضور یکایک که شما مهر بورزید، این ویدیو رو اشتراک گذاری کنید. هر کدوم از عزیزان پرسشی داشتن در اینستاگرام و در فیسبوک میتونم به عنوان کامنت اعلام بکنم، من تا جایی که ببینم قطعا پاسخ خواهم داد. عزیزان همیانان ما در اینستاگرام و در فیسبوک همونطوری که جناب قاسمی هم دارن اشاره میکنن یک برنامه ویژه خواهیم داشت در دو سه روز آینده، حالا شاید بالا پایین بشه، بشه چهار روز، بشه پنج روز، ولی یک برنامه بسیار مهمیه و یک اطلاعات و خبرهای بسیار مهمی رو خواهیم داشت براتون.
و به قول جناب قاسمی یک بمب خبریه که شما خیلی دارید هی روز شماری میکنید برای این اطلاعات. در خدمتتون خواهیم بود به زودی برای ارائه این اطلاعات و این اطلاعات فکر میکنم یکی از مهمترین حوادثی باشه که این روزها شما در تیوی هی پرسش میکنید، هم از من هم از دوستان دیگه، و منتظر پاسخ باشید تا چند روز آینده در خدمت شما هستیم. همینان عزیزم بهترین ها رو براتون آرزو دارم در هر کجای دنیا که زندگی میکنید. شب و روزگار به همه شما عزیزان خوش. تا درودی دیگر، بدرود. پاینده ایران و ایرانی، جاوید اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه دوم.